چقدر نیاز دارید به این کمک؟ دیگه بالاخره اگه اینم نباشه دیگه واقعا گشنه نمیتونیم. تو هیچ جایی هیچ ارگانی نیست که به ما کمک کنه، واقعا نیستش. کارت پولمون که 13 ماه قطع کردن، هر دفعه هم زنگ میزنم میگن آقا مدرک بفرست، میفرستیم هیچی میریم. الان من قضیه کاری مو نمیدونم بتونم بگم یا نمیگم. من برای همین یونانیا کار کردم، خلاص دو خورده طلبکارم بریم نمیده، رفتم شکایت کردم ولی هیچ جوابی نگرفتم. میگن آقا می‌خواستی کار نکنی، هیچی بلا تکلیف. اینجا موندیم 6 ساله هستم، بچه‌هایی که مثل من یعنی واقعا بلا تکلیفن. من الان جواب اینترویو نوید خیلی آگاه بود، خیلی آگاه بود که سال 92 91 سرباز بود. خب این تو هواپور سرباز بود، میخواستن گفتونم باید رنگ بده سرباز، خب دیگه مجبورشون میکردم. اومد گفت که هر کاری میکنن من رای بدم رای نمیدم، شده شناسنامه هم پاره کنم من رای نمیدم. برای دفاع از این ملتی رفت تو خیابون برای اعتراض، میرفت برای ظلم.
باید روبرو با ظلم که از مردم ایران دفاع کنه. غیر از این چیز دیگه ای نبوده. بارا و بارا بهش میگفتیم که خواهرم بهش گفتم که بارا از اینجا برو کشتگیری از این کشور برو نرو بهش بکن نرو تو اعتراضا نری. خب مادر بردخ چی بنایی کرده که تایی عمری بسوزدن اولادش؟ گفته بود که خال من نرم اون نره اون نره پس کی بره؟ باید برم. هزار صفحه‌ای که برای برادران افکاری تهیه شده بود، شما و تیمتون 70 صفحه نوت برداری کردید. به گفته خودتون 24 تناقض رو پیدا کردید و 3 مورد دروغگویی که بر اساس اون اعاده دادرسی کردید و هیچ توجهی هم به اون نشد و رد شد. یک مقداری از این تناقض ها هم اگر اشتباه نکنم در مورد فیلمی بوده که در اعترافات نوید استفاده شده بود. میشه به اختصار این رو توضیح بدید لطفاً؟ تیم وکالتی که یادآوری کردید، لازم است که من یادی بکنم از همکارمون آقای آرش کیخسروی که در این تیم وکالتی با ما همکاری کردند و میکنند که الان به خاطر دادخواهی در مورد فاجعه کرونا در بازداشت هستند. این پرونده بررسی شده توسط یک تیم و حدود 1000 صفحه. این تناقضات، ابهامات، اجمالات و نقص‌های عمده که 24 مورد شما در آوردیم در کنار 3 دروغ در رأی دادگاه کیفر 1. توجه داشته باشین وقتی در رأی دادگاه 3 دروغ میاد شما میتونید عمق فاجعه را احتمالاً درک بکنید که خب وقتی بی توجهی به این حد از تناقضات و دروغ‌های آشکار میشه در واقع باید بگیم یک اراده سیاسی هست که اصولاً این پرونده رسیدگی نشه. ها توی زیرزمین انفرادی بودن، بعد از ساعت‌ها آویزون بودن به سقف توی اتاق شکنجه و شکستن کتفم، بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها من رو با چشم خودم دیدم، بعد از اینکه سلطان عباسی و زار معیدی مثل نقل نبات پشت ناموس به هم میدادن و گلوله آهنی و باتوم ساعت‌ها شکنجم دادن و دستمو شکوندن، بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهر خواهرم و پرونده سازی برای اونا، بعد از نتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید، بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رنگ گردنش زد و به کما رفت و البته با معجزه زنده موند، بعد از اینکه وحید دوباره خودکشی کرد، این بار 3 تا مش قرص خورد و بازم به کما رفت و بعد از چند روز با احیای قلبی برگشت، بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم و تهدید به بازداشت فوری اونا و بعد از شکنجه‌هایی که بزایانشون شهر دارن که البته هر شخصی که تجربه حضور توی بازداشتگاه وزارت اطلاعات رو داشته باشه میدونه چی میخوام بگم، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟ هرچی گفتن نوشتم ولی حقیقت چیز دیگه ایه.
Thank you.